سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ايتيني بالكساء اليماني فغطيني به. کیست که مثل فاطمه جلوه به ما سوا کند، دامن کودکانه را مادر انبیا کند. صمیمیست با پدر دل زلال دختران، کیست که مثل فاطمه حق پدر ادا کند. رنج نداشت فاطمه، درد نداشت فاطمه، شنیده اید با پدر لب گلایه وا کند. اگر چه پاره تن رسول عصر خیش بود، نخواست پیش این آن به موی ادعا کند. کدام زن شنیده ای لباس ایش خیش را شب نیاز زندگی به دیگری عطا کند. سلام من به فاطمه، درود من به فاطمه و هر کسی که سینه را حریم کبریا کند. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم پیشکش یکایک شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. در خدمت شما بزرگواران هستیم با سری برنامه گنج شیعه در حضور محترم کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید محمد رضا ابتهی، پژوهشگر حوزوی و همچنین مدیر وبسایت قرآنی ام الکتاب. حاج آقا سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. به خدمت دوستان بیننده عرض بکنیم در برنامه قبل در رابطه با تعریف و ارزش سند صحبت شد، در رابطه با روایات و اسنادی که خب به هر حال موجود هست، در رابطه با علم رجال صحبت شد و تفاوت حدیث قدسی با دیگر احادیث که خب خطبه 201 که نهج البلاغه هم حاج آقا ابتهی در رابطه با آن صحبتی کردن. حالا میخوایم ادامه بحث رو داشته باشیم حاج آقای ابتهی، و سوالی که الان مطرح هست اینه که جعل سند و جعل روایت به چه دلیل هست و علت جعل به چه صورتی است؟ در رابطه با مسئله سندها، یکی از مسائلی که همیشه در طول تاریخ وجود داشته و شاید پا به پای سند جلو اومده، مسئله جعل سند. و این مسئله هم قاعدتاً برای خودش دلایل زیادی رو داره که شاید مهمترین دلایل رو اگر ما بخوایم ذکر کنیم بتونیم بگیم که یکیش این هست که یه عده‌ای برای رسیدن به مطامع مادی خودشون چون نمیتونستن از راه نقل یک روایت صحیح یا ارائه یک سند واقعی به اون چیزی که مطلوبشون بود برسند، به فکر افتادن که ما برای به دست آوردن خواسته های خودمون لازم نیست که به راحتی بریم و سندی رو ارائه کنیم تا به نتیجه برسیم. خودمون میایم یک سند رو میسازیم. یا اینکه میدیدن اگر یک معفردی بشنوه که پیغمبر فرمودند، امام فرمودند، برای اون کلام اهمیت قائل میشه، ولی اگه همون کلام رو از غیر او نقل بکنن کسی توجه نمیکنه. به فکر افتادن که ما برای رسیدن به اون خواسته های خودمون میایم
از دیگری نقل میکنیم مطلبی را و با استناد به کلام او کار خودمون رو پیش میبریم. یا این که در معاملات و تجارات همونطوری که ما در تعریف هم در جلسه قبل صحبت کردیم، بعضی ها حساب اینو میکردن که میتونن مدعی بشن که ما مثلا فرض کنید پولی رو به حساب شخصی ریختیم، طلبکار او بشن و اگر طرف نمیتونست اثبات بکنه مطلب را، میباید اون پول رو یا پرداخت بکنه یا در ازایش حقی رو واگذار بکنه. و متاسفانه باید بگیم که خیلی به وسیله جعل تونستند کارهایی رو انجام بدن که دور از حقیقت و واقعیت بوده. و لذا جاهلان حدیث رو ما در طول تاریخ میبینیم از همه سرآمد بودن، سعی کردن در یک زمانهایی از اوج این قضیه استفاده بکنن که حتی اگر یه مقدار دقت بکنیم میبینیم از زمان شهادت خود پیغمبر مسئله جعل حدیث شکل خودش رو شروع کرد نشون دادن. یه عده تلاش کردند که علاوه بر قصب حقانیت و حق اهل بیت علیهم السلام با ارائه کلماتی که دروغ بود و نسبت دادنش به پیغمبر مثل حسبنا کتاب الله، یا فرض کنید که نحن معاشر الانبیا لا نورث، یه جوری خواسته خودشون رو مطرح بکنن که ما باید فدک رو از دست حضرت زهرا بگیریم. و متاسفانه میبینید که با همین جعلی که اینا انجام دادن بسیاری از اذهان عمومی رو منحرف کردن و تونستن مدت‌ها حتی تا الان بر روی اذهان بعضی از افراد ثابت بمونن که پس بنابراین فدک متعلق به حضرت زهرا نیست. اینو به عنوان نمونه عرض کردم من که بدونید مخصوصا در اعتقادات شیعه این مسئله جعل سند و حدیث یکی از جایگاه‌هایی بوده که خیلی بهش اهمیت دادن که مراقب باشید که هر فردی رو به عنوان راوی قبول نکنید و اگر چیزی رو خواستید ثابت بکنید یک راه بسیار راحت براش ما از نظر اهل بیت داریم، برید در مقابل قرآن قرارش بدید. هر کلامی که مطابق با قرآن و مفاهیم قرآن هست قابل اعتماده و هر چیزی که خلاف قرآن است تعبیر اینه که فضربوه و علل جدار. این به شکل خیلی ساده برای ما بیان کردند که مراقب باشید که یک کلام صرف این که قال رسول الله اولشه برای ما نباید کامل باشه و قابل استناد باشه. روی همین جهت ملاک قرار دادن و اومدن احادیث رو بخش بندی کردن که حالا ما در قسمت بعدی میتونیم روی این مسئله حتی پافشاری داشته باشیم و بیان بکنیم که احادیث چطور شده که این شکل رو پیدا کردن و از حالت جعل چطور میتونیم به واقعیت دسترسی پیدا بکنیم. آقای ابتهی، ملاک هر یک از انواع متواتر لفظی، معنوی، اجمالی در احادیث صحیح الاسناد چیه؟ ما ملاکمون رو از کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ من با حضرت عالی و همچنین بینندگان محترم حسینی که شاهد بحث ما و انشاءالله دنبال کننده بحث ما هستند، این نکته رو من اشاره بکنم که هر کدام از مسائلی که ما در این بحث انشاءالله مطرح میکنیم سعی کردیم که به صورت فشرده ولی گویا دنبال بکنیم. اما در اینجا من دو تا پاسخ به سوال حضرت عالی میدم که یکی از این پاسخ ها اینه که ما اجمالا میتونیم بگیم که ملاک هر کدام از احادیثی که متواترن از نظر لفظی، معنوی و اجمالی در احادیثی که صحیح الاسنادن چیه؟ چرا که ما در عین حالی که میخوایم حالا یک حدیث رو ازش استفاده کنیم میخوایم ملاک ها رو هم بشناسیم. سه تا سوال اینجا به ذهن انسان میاد. سوال اولشون اینه که چند تا از اسناد حدیثی باید صحیح الاسناد باشن تا اینکه بهش یه حدیث
متواتر لفظی گفته بشه، چون احادیث صحیح الاسناد بعضیشون متواتر لفظی هن، بعضیشون متواتر معنوی هن، بعضیشون متواتر اجمالی هن. اینا چون با هم متفاوت هستند، میباید ما بدونیم که چند تا سند حدیث باید ما داشته باشیم تو یک حدیث صحیح الاسناد تا بهش بگن متواتر لفظی، چند تا داشته باشیم تا بگیم متواتر معنوی، چند تا دونه داشته باشیم تا بهش بگیم متواتر اجمالی. در اینجا مجبوریم که یه پاسخ اجمالی بدیم برای کسانی که کلیه مطالب رو میخوان در یک مفهوم خیلی ساده بهشون القا بشیم. یه بحثم داریم به عنوان پاسخ تفصیلی که اون جا داره که روش کار بشه و انشالله سعی میکنیم دنبال بکنیم. علمای شیعه خبری رو متواتر میدونن که تعداد راویان در هر طبقه از سلسله سند آن به حدی باشد که مفید علم و یقین به صدور آن روایت از معصوم بشه. ببینید من جای کریمیان اینن میخوام عبارتهایی که در این زمینه میگیم رو بینندگان محترم ما توجه بکنن. علت این که متن رو میخونم برای اینه که کاملا تعریف داره هر کدام از اینها و تعداد افراد در هر طبقه را بر حسب موارد خاص خودشون مختلف شمردن. عدد خاصی برای تعداد راویان معین نکردن علمای شیعه و حصول علم به یقین و حصول یقین به صدور کلام معصوم میدونن. یعنی اینقدر شما تکرار بشنوید تا یقین پیدا کنید که این کلام کلام معصوم بوده. و از این نظر فرقی بین متواتر لفظی و معنوی و اجمالی وجود نداره. اما منظور از متواتر لفظی اشتراک روایات در الفاظ، مراد از متواتر معنوی اشتراک روایات در معنا هست، اگه چه الفاظش مختلف باشه. و متواتر اجمالی به روایاتی گفته میشه که از نظر سعه و زیق مثل هم نیستند، با هم فرق دارند، دارای قدر جامع هستند. فدن الحسین و نحو الکسا و قال السلام علیک یا جدا السلام علیک یا من اختاره الله اتأذن لی ان اکون معکما تحت الکسا فقال و علیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکسا. یه توضیح اجمالی دیگه هم اینجا ما بدم و اون این هست که گاهی شما یه مطلبی رو از کسی نقل میکنی، سعیتون بر اینه که این کلمه ای که او گفته است بگویید، طابق و نعل به نعل. گاهی وقتا محتوای کلام او رو میگید طوری که ما میگیم اصل منتقل شد، ولی ممکنه لفظ رو این لفظی که شما شنیدید از اون فرد به کار نبرید، با زبان خودتون بگید اما محتواتون تغییر نکنه. گاهی وقتا سعی میکنید لفظ را بگید ولی ممکنه محتوا درش به خوبی به شخص منتقل نشه. بهترین نقل اونیه که هم از نظر ارتباط کلامی بتونه کامل باشه و هم بتونه از نظر محتوای لفظی عین اون چیزی باشه که باید نقل بشه. چرا؟ برای اینکه اگر معصوم ارادهشون این بوده که مثلا یه مطلبی رو خطاب به افراد خاصی بگند، راوی اگر اومد این افراد خاص رو برداشت و گفت که شاید نظر معصوم این بوده، این خودش باعث تشکیک میشه. ولی یه جاهای خود معصوم کلی گفتن، یا ایها هر رجل، یا مثلا فرض کنید عنوانشون ایوم امرأتنه، حالا منم میام میگم هر کس،
اگر هر کس گفتم فرقی نمیکنه، مشکلی نداره. پس در این نقلها اگر ما دقت بکنیم باید به حدی برسه که برای من ثابت بشه که 10 تا 20 تا 50 تا یا هر تعداد راوی روایتی رو از مثلا پیامبر عظیم الشان اسلام سلام الله علیه نقل میکنن، وقتی کنار هم میچینم میبینم همه اینا از نظر محتوایی که به من القا شد یک نواخته. یه نمونه ساده هم من اینجا ذکر میکنم، مثل فرض کنید حدیثی که نقل شده و معروف شده به ثقلین یا ثقلین. ببینید در اینجا بعضیاشون اومدن گفتن که پیامبر فرمودن انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، بعضی ها گفتن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، بعضی ها گفتن کتاب الله حبل و ممدود و من السماء الى الارض و اطرتی اهل بیتی، بعضی ها گفتن که ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا بعدی ابدا، بعضیشون گفتن که احدهما اعظم من الاخر. وقتی ما میایم اون کلمه جامع رو در بین اینا در میاریم میبینیم کتاب الله و اطرتی تو همش وجود داره. پس معلوم میشه که این کلمه کتاب الله و اطرتی شد متواتر، هم از نظر لفظش هم از نظر معناش هم از نظر محتوا مثل هم شدن. اما منظور از اون چیزهایی که علمای اهل سنت بیانش میکنن اینه که میگن نه، ما میگیم افرادی که روایت